بدون شک کمتر کسی می تواند ادعا کند که نسکشی مسلمانان در بوسنی و هرزگوین در دهه 90 قرن گذشته میلادی را فراموش کرده زیرا در آن ماجرا شدیدترین تجاوزها و کشتارها علیه مسلمانان بالکان صورت گرفت حال بعد از گذشته حدوداً سه ده از ماجرا یک بار دیگر زمزمه آغاز جنگ دیگری در بالکان به گوش می رسد همکارم علی اکبری گزارش می دهد سرپای منطقه بالکان باز هم سکوت خود را شکسته و زبان تهدید علیه مسلمانان را شروع کردند. با توجه به اظهارات ملی گرایانه سرپا در جمهوری سرب بوسنی و هرزگوین و زمزمه تشکیل سربستان بزرگ خاطر به روز جنگی دیگر در این منطقه از شبه جزیره بالکان مسلمانان بوسنی را تهدید می کند. اظهارات اخیر برخی از سرب در جمهوری سرب بوسنی و هرزگوین کشوری که محل سکونت اقوام و مذاهب گوناگون است نگرانی های زیادی را درباره وقوع جنگی خونین دیگر در این منطقه ایجاد کرده است اتحادیه اروپا تهدید کرده که مقامات جمهوری سرب بوسنی را به دلیل اظهارات جدایی طلبانه تحریم خواهد کرد سرب های ناسیونالیست علاوه بر این خواستار ایجاد سربستان بزرگ هستند و همچنین اظهارات تحریک آمیز دیگری را نیز مطرح می کنند. ایدئولوژی ملیگرایی افراتی بین سرب های بوسنی که از جانب روسیه و احزاب راست افراتی در اتحادیه اروپا حمایت می شود منجر به انفجار وضعیت در بالکان خواهد شد. در نتیجه این وضعیت آتش درگیری مسلحانه خشونت مشابه آنچه بین سالهای 1992 و 1995 روی داد شعله ور خواهد شد. این درگیری ها در آن زمان در نسل کشی سربرنیسا در جوی 1995 به اوج خود رسید. گروههایی که اکنون خواهان اتحاد جهانی سرب هستند همان گروههایی هستند که بر اساس پیشینه سیاسی خود خواهان ایجاد سربستان بزرگ بودند، خواسته ای که در واقع عامل جنگ های بالکان در دهه 90 میلادی بود. این جنگ ها در آن زمان جان بیش از 120 هزار نفر را در این منطقه گرفت. جا دارد کشورهای اسلامی و مؤسسه های بین المللی با اتخاذ موضعی متحد از وقوع و تکرار دوباره جنایت صرف ها علیه مسلمانان در بالکان جلوگیری کنند.